من چند وقتی است که شروع کردم بعد از پایان جلد دوم سی‌چهره که کتابی در مورد رضا شاه بنویسم. فکر کردم چون وقتی کتاب نوشته بشه باید اینجا اول صحبتش بکنم، اول صحبت آغاز کتاب را هم همینجا بکنم. به یک روایتی این کتاب با مقاله ایرانیکا شروع شد. ایرانیکا از من خواست مقاله در مورد امیر عباس هویدا بنویسم در 2500 کلمه. شروع کردم مقاله رو نوشتم، دیدم عجب ما پرت بودیم، فکر میکردیم یه آدم ژیگول بی فرهنگ وابسته، یه روشنفکر درجیه که زمان خودش بوده. اون تبدیل شد به کتاب معمای هویدا، اون مقاله. وقتی که معمای هویدا رو می نوشتم دیدم تمام مدت در واقع شخصیتی که در پس صحنه حضور داره شخصیت محمد رضا شاه. پس اگه بخواد آدم واقعا هویدا رو بفهمه، محمد رضا شاه رو باید بفهمه. اون تبدیل شد به کتاب نگاهی به شاه. در این فاصله کتاب نامداران ایران رو نوشتم، کتابی است در دو جلد در مورد 150 نفر از شخصیت‌های مهم دوران محمد رضا شاه. حدود 300 تا مصاحبه کردم که همه‌رم اخیراً دادم به دانشگاه به صورت تاریخ شفاهی در دانشگاه استنفورد قابل دسترسی خواهد بود. اونجا هم دیدم که هم در کتاب شاه هم در این مصاحبه دیدم شخصیتی که دائم حضور داره در واقع رضا شاه. این دو چند کتاب دیگه ای که بهش اشاره شد مشغول شدم. بعد وقتی که دیدم مردم در ایران میگن رضا شاه روحت شاد، خیلی کنجکاو شدم چطور از تمام شخصیت های قدیم دوران گذشته روح رضا شاه رو میخوان. شروع کردم فکر کردن در مورد رضا شاه، دیدم که در واقع انقلاب 1979 انقلاب علیه رضا شاه است، نه انقلاب علیه محمد رضا شاه. یعنی آخوندیزم در 1979 علیه محمد رضا شاه در واقع نبود اساسا، و علیهش بود، ولی اونچه که باز پس میخواست بگیره چیزایی نبود که محمد رضا شاه ازش گرفته، چیزایی بود که رضا شاه ازش گرفته بود. اتفاقا محمد رضا شاه خیلی از چیزایی که رضا شاه از آخوندها گرفت بهشون پس داد، و همون پس دادن ها بود که باعث شد 1979 اینها چنین قدرتی پیدا بکنن. رضا شاه همه اوقاف رو از اینها پس گرفت به زور. رضا شاه قوه قضاییه رو از اینها گرفت، یه قوه مستقل درست کرد. رضا شاه توان اینا برای اداره امورات خودشون رو ازشون گرفت. و شما حق ندارید هر لباسی به هر کسی میدید لباس بیاد تو خیابون، آخوند میخواد بیاد تو خیابون از دولت اجازه بگیره. رضا شاه در مسئله حجاب دقیقا زد به جایی که اینها الان میبینید حاضرن رژیم خودشون رو به خطر بندازن، مسئله حجاب رو کوتاه نیاد. رضا شاه سر قضیه حجاب بایشون مقاومت کرد، سر آموزش، سیستم آموزش رو از آخوند گرفت و یک نظام آموزشی مستقل درست کرد. پس دعوا در واقع بر سر لحاف ملاست که رضا شاه از ملا گرفت و اینها در زمان محمد رضا شاه پسش خواستن و گرفتن. تصمیم گرفتن اگر بخوایم هم دوران محمد رضا شاه رو بهتر بفهمیم، هم دوران پهلوی رو بهتر بفهمیم، هم انقلاب رو بهتر بفهمیم، و هم دو مسئله اساسی تاریخ معاصر ایران رو بهتر بفهمیم،
درک دقیق دوران رضا شاه اجتناب ناپذیره. و اون دو مسئله اساسی تاریخ ایران به گمان من، یک مسئله زنانه، حضور زنان، حضور هرچه پررنگتر زنان در عرصه‌های اجتماعی، و در کنار اون و هم ارزش مسئله تجدد، مدرنیته. آیا میخواییم ایران مدرن باشه؟ اگر میخواییم ایران مدرن باشه، بر چه گرته‌ای باید باشه؟ چگونه مدرنیته‌ای باید باشه؟ نقش دولت باید در موردش چی باشه؟ اینها به گمان من از 150 سال اخیر تا به امروز مهمترین مسئله جامعه ایران هستن. و دوران رضا شاه در این دو مسئله، به خصوص مسئله تجدد، دوران شگفت‌انگیز مهمی است. و دورانی است که با اینکه کتاب‌های به نسبت زیادی در مورد رضا شاه نوشته شده، من به یکی دوتاشون اشاره میکنم، به گمان من حق مسئله اون چنان که باید و شاید پرداخته نشده. یکی از علل این بیتوجهی و شاید مهمترین علتش به یک روایت، بیتوجهی دوران خود محمد رضا شاه به خدمات پدرش. توضیح خواهم داد بعضی از این ابعادش. دلیل دومش عناد آشتی ناپذیری است که چپ سنتی در ایران، به خصوص چپ جاهل در ایران، با رضا شاه داشت، و عناد آشتی ناپذیری که آخوندیزم با رضا شاه داشت. و روایت تاریخ ما از تاریخ معاصر بیش از هر چیز تحت تأثیر این دو جریان بوده، جریان آخوندیزم و جریان چپ، چپ سنتی، که در واقع اگر بخواید میتونم در مورد اونم صحبت بکنم. چپ سنتی و آخوندیزم دو روی یک سکه هستن. تقریبا تمام ارکان اندیشه خمینی با اندیشه مثلا تودهیزم همخوانی داره. اسامی عوض میشه، قبله عوض میشه، قدیس عوض میشه، ولی نحوه تفکر، نحوه منجی پرستی، همه اینها عین همه. اگه بخواید میتونیم در قسمت گفتگو بیشتر باش صحبت بکنم. عناد دوران، عناد چپ، گفتم چپ جاهل، به خاطر اینه که اگر به راستی تاریخ دوران رضا شاه رو بخونیم، میبینیم اتفاقا چپ ایران قبل از اینکه وابسته به حزب، وابسته به شوروی بشه، قبل از اینکه فکر توده‌ای واردش بشه، با رضا شاه برخورد کاملا متفاوتی داشته. چپ عملگرا بوده، بر اساس واقعیت‌های جامعه عمل می‌کرده، فقط دستور بگیرش شوروی نبوده. اونها یه برخورد کاملا متفاوتی دارن. پس مخالفت اونها خیلی برای من شگفت‌انگیز نیست. ابعاد سماجتشون در برخی از نظراتشون حیرت آوره، یکی دو مورد اشاره خواهم کرد. ولی سکوت نسبی دوران محمد رضا شاه در مورد رضا شاه شگفت‌انگیزه. من در کتاب نگاهی به شاه به این قضیه اشاره کردم که به خصوص بعد از 28 مرداد دیگه عملا هر کی میرفت با شاه صحبت بکنه بهش قصد پیش میگفتن خیلی از رضا شاه تعریف نکن که اعلیحضرت خوششون نمیاد. و من کتابهای شاه رو به دقت خوندم و در اونها کاملا محسوسه که یک گاردی علیه پدرش داره، در عین اینکه میگه پدرم بزرگ معمار فلان ایناست، ولی خیلی هم حاضر نیست در مورد اون دوران صحبت بکنه. رضا شاه دو کتاب نوشته. عنوان مثال از نحوه بی عنایتی به رضا شاه در اون دوران به این دو کتاب میخوام اشاره کنم. یکی سفرنامه مازندرانه، یکی سفرنامه خوزستان. هر دو کتاب نویسنده یومیش فرج بهرامیه، کسی بوده که منشی معتمد رضا خان و بعد رضا شاه بود.
آدم فرهیخته ای هم بود. ولی واضحه که کار رضا خان و رضا شاه. یکی سفرش به خوزستان برای اینکه خزعل رو خلق کنه، یکی سفر به مازندرانه. در سفر مازندران دیگه شاه شده، اول کارشه. این دو کتاب درخشان نگاهش به تاریخ، درخشان از بابت نشون دادن نگاه رضا خان و بعد رضا شاه به مسئله تجدد در ایران و مسئله نوسازی در ایران. یعنی اگر خانواده پهلوی میخواست یک مانیفست برای سلطنت خودش بنویسه، از این دو کتاب به گمان من هنوز چیزی بهتر نوشته نشده. ولی این دو کتاب عملا در دوران شاه مگر در 50 سال سلطنت پهلوی چاپ نشد. در 50 سال سلطنت پهلوی هم که چاپ شد، گروهی که مسئول چاپش بود، یکی رئیسش علم بود، یکی هوشنگ انصاری. علم تاریخ ایران رو خوب میدونست ولی مورخ نبود، محقق نبود. هوشنگ انصاری هم تاریخ ایران رو خیلی نمیدونست، جوانی رفته بود ژاپن و برگشته بود و بیشتر در فکر تجارت بود. اینها تصمیم میگیرن بخشایی از کتاب رو بزنن. بخشایی که از کتاب میزنن اتفاقا یکی از مهمترین بخشای کتابه. من اون بخشا رو پیدا نکردم، نخوندم، ولی خودشون میگن که بخشایی زدن. میگه بخشایی که رضا شاه در مورد دهات و روستاها صحبت میکنه، ما فکر کردیم اینا زائده زدیم، خیلی مزهم کام غلط کردیم. اونا مهمترین بخش، نشون میده این آدم تمام دهات ایران رو میشناخته، تمامش رو نه، تمام دهات مازندران رو تقریبا میشناخته. خوزستان رو از مسیر تهران تا اونجا رو، هر دهی که میرسه، هر شهری که میرسه توصیف میکنه فعالیت‌های سیاسیشو. قسمت مازندران میگه زدیم اینا رو اصلا. یک نقد در اون زمان بر این کتاب توسط طرفداران رژیم پهلوی نوشته نشده. من الان که فکر میکنم اگر بند بودم در اون رژیم، میگفتم کتاب باید در همه مدارس درس بدیم، ببینید ایران چی بود و به چه زوری چی شد. همش هم تحسین نباید کرد، برای اینکه چیزایی در این کتاب هست که حتما قابل ایراده. مثلا میگه من به عنوان نخست وزیر همه تلگرافایی که احمد شاه بهش میشد و احمد شاه از پاریس چیز میشد، قبل از اینکه به مخاطب برسه به دست من میرسید. یعنی انقدر دستگاه جاسوسیش قوی بوده در دورانی که امروز رضاخانه. به صراحت میگه که من این مملکت رو به زور درست میکنم. من مشروط، میگه من پادشاه مشروطم ولی با زور باید این کارو کرد، من به زور انجام شدم. اونو حتما این محققی اگه مینوش میگه خب این خود خلاف قانون مشروطه است، ما چطور چیزای پادشاه ها رو، پادشاه مملکت رو دارید از میدین. ولی نگاهش و بینشش نسبت به ایران و کاری که داره میکنه در مسئله شیخ خزعل، اسناد مراودش رو خودش آورده با شیخ خزعل، با احمد شاه و با مدرس و با سفارت انگلیس. رضا خان قبل از اینکه به سلطنت بیاد دعوای عظیمی با انگلیس داره میکنه. کسی که بهش میگن نوکر انگلیسه و برگمارده انگلیسه، در واقع از روز اول با اونها هم جدال داره و هم سعی میکنه با هوش و درایت از انگلیسا برای منافع خودش استفاده بکنه. عامل به گمان من به قطع میشه گفت، و من مقدار زیادی از این اسناد رو وقتی که در مورد کتاب شاه کار میکردم اسناد رو دیده بودم. مثال دوباره براتون میزنم که چقدر تصور رایج ما با واقعیت ها متفاوت بود. ولی این کتاب به این عظمت نه مورد نقد مخالفین قرار گرفت،
نه مورد تحسین خود رژیم قرار گرفت. و بخشش به خاطر همینه که گفتم حساسیتی است که محمد رضا شاه داشت. احساس میکرد او خودش بیش از پدرش به ایران خدمت کرده و هر کسی در مورد سازندگی ایران صحبت میکنه اول در مورد پدر صحبت میکنه، در حالی که فکر میکرد باید اول در مورد خود او صحبت بکنه. دومین دلیلش همونطوری که گفتم پافشاری مخالفین رضا شاه هست در گمانهایی که ایجاد شده. معلوم هم نیست این گمانها کی چجوری ایجاد شده، میشه حد زد، ولی من کنجکاو خیلی نیستم که ببینم این شایعات چجوری پیدا شده. برام جالبه که ببینم واقعیت چیه. مثلا یکی از رایج‌ترین حرفایی که زده میشه، دکتر مصدق هم زده، طرفدارای مصدق هنوز هم میزنن، که رضا شاه راهن ایران رو به دستور انگلیسا و به دستور انگلیسا از شمال به جنوب ساخت و بعضیشون اونقدر بیخردن که میگن این دست این راهن رو ساختن برای اینکه انگلیس میخواست به شوروی کمک بکنه. انگلیس در زمانی که رضا شاه این راهن رو شروع کرد دشمن شوروی بود و تا 1939 دشمن شوروی بود. انگلیس در 1926 هیچ رغبتی به کمک به شوروی نداشت. حداقل 1000 صفحه من اسناد پیدا کردم تو وزارت امور خارجه انگلیس که نشون میده انگلیس چقدر مخالف ایجاد این راه هم بوده. از روز اول سعی کرده رأی رضا شاه رو بزنه، گفته غلط کردی، من میخوام بسازم. گفته حالا اگه میخوایی بسازی بیا برو از جنوب، از غرب به شرق بساز، کاری که انگلیس ها از قرن 19 هم میخواستن بکنن و هرگز جورشون نرسید. گفتم حالا اگه میخواید راه هم بسازه فشار بیاریم اونو. گفت نه، من میخوام مهمترین بندر ایران رو به حاصل خیزترین منطقه ایران وصل بکنم، مازندران. و در سفرنامه مازندران 4 سال قبل از اینکه اصلا فکر راهن بیاد میگه خاک بر سر این قاجار، خاک بر سر این سران این مملکت، مازندران و گیلان که حاصل خیزترین منطقه ایران هست با پایتخت ایران رابطه نداره. وزرا رو سوار میکنه میگه بیایم بریم مازندران، بیایم بریم، میخوام ببرم تو مازندران نشون بدم. بعد شرح میده بین تهران تا مازندران جاده نیست، نصف جاها ماشین رو باید هل بدن، میبرشون آلاشت و نشون میده که چقدر اینجا جاده کمه. میگه چطور میشه این قاجارها چی کار میکردن برای این 200 سال، چطور یه جاده راهن نساختن؟ اون 1000 صفحه کاملا کذب بودن نگاه مصدق، چپ، آخوند، هر کسی که به این راهن ایراد گرفته. میشه به راهن ایراد گرفت، میشه گفت که با مشورت مثلا مجلس نکرده، حتما ایراد قانونی است، بودجه به این گندگی باید از طریق مجلس انجام میشد، ولی تصمیم گرفت بکنه، به زورم به مجلس دستور داد. دانشگاه تهران هم همینجوری تأسیس کرد. دانشگاه تهران قبل از اینکه بودجهشو بگیره علی اصغر حکمت بهش گفت قربان دانشگاه مملکت دانشگاه نداره. گفت خب بسازیم، بودجه چقدر لازم داره؟ گفت حالا فردا میام خدمتتون. میاد فردا میگه مثلا حداقل 200,000 تومان. میگه برو شروع کن. میگه مجلس چی؟ میگه مجلس من ترتیبش میدم. خب اینو میشه گفت خلاف قانون مشروطه است، ولی دانشگاه رو ساخته. وقتی هم که اومدن دانشگاه رو بسازن آخونده اومدن گفتن شما سالن تشریح نمیتونید داشته باشید. رئیس دانشکده پزشکی با ترس از آخوند میرفته از بیمارستان ها جسدهایی که صاحب نداشتن تو ماشینش میذاشته پشت ماشینش میارده دانشکده پزشکی برای اینکه بتونن تشریح بکنن. به رضا شاه میگه من که غلط کردم، غلط کردم، این کارا چه مربوطه شما، برید بگیرید رسما بیارید تشریح بکنید. این زوره، ولی آیا بدون اون زور
اون سالنامه تشریح شروع میشد. در مورد راهن هم میشه گفت راهن رو به شیوهی ورای قانونی انجام داد، ولی آیا شیوه قانونی اولا میسر بود در اون زمان؟ ثانیا این باور که اینو به دستور انگلیس کرده، اون که دیگه کسبش مسجله، چرا اونو نمیپذیریم؟ اونو بپذیریم که یک کار درخشان اقتصادیه و انگلیس و آمریکا و فرانسه و همه میان شما میخواین بسازین، ما حاضرین بهتون وام بدیم. گفتن نه، وام هم نمیگیریم. شما وام میگیرید تحمیل میخواید بکنید. ما از مالیات چای و قند اینو انجام میدیم، با پول نفت هم انجامش نمیدیم. برای اینکه پول نفت وارد اقتصاد بشه، اقتصاد رو وابسته به پول نفت میکنه. یه آدم عامی اقتصاد ندان این رو متوجه شده. بعد آقای کتاب نوشته که آره این نمیخواست پول وارد بودجه بشه، برای اینکه میخواست همه پولا رو بدوزه. نه، کاملا میفهمید. قطعا پولهایی رو رضا شاه خورده، باید اون انتقاد رو کرد، ولی این حرف هم حرف احمقانه ایه. بخشی از اون اسناد رو من دادم به آقای دکتر متینی، در ایران شناسی چاپ کرد. هنوز منقدین و مخالفین رضا شاه میگن راهن رو به دستور انگلیس درست کردن. یعنی باورشون به این که این گمان شما گمان نادرستی بود وجود نداره، این نرمش وجود نداره. اسناد مقابله با شیخ خزعل رو میبینید. شیخ خزعل دست نشانده انگلیسه، خودش رو رسما عامل انگلیس میدونه، با احمد شاه متحد میشه، با مدرس متحد میشه، با انگلیس متحده. دولت انگلیس رسما رضا خان رو تهدید میکنه، میگه شما اگر به طرف خزعل برید ما نیرو پیاده میکنیم باهاتون میجنگیم. میگه بفرما بجنگ. میگه من میخواستم هفته پیش برم، حالا که اونجوری با من صحبت میکنی. گفت رسما بهش میگه، میگه تو اول غلط میکنی با من اینجوری صحبت میکنی، تو فکر کردی من پادشاه قاجارم، من نخست وزیر ایرانم، الان بلند شو برو، قرارم بود هفته دیگه برم، امروز میرم، میخواید بجنگید بیا. انگلیس ها میگه آقا نمیشه بریم آیش اونجا چیز میشه. تا آخرین لحظه تهدیدش میکنن که به دیدار خزعل نرو، اونجا بریم منافع ما به خطر میفته. خزعل، مدرس، احمد شاه و انگلیس یه طرف ماجران، او و عده دوروبرش یه طرف دیگه ماجران. اپوزیسیون ایران مدرس رو اون وقت بر رضا شاه تشخیص ترجیح داده. هنوز هم برخی از کسانی که خودشون اپوزیسیون میدونن از مدرس به عنوان رهبر دموکرات فلان و فلان دارن. مدرسی که با خزعل همدل و همراه بوده، مخالف مدرسه برای زنان بوده، دخترها بوده، تقریبا در هر مسئله اساسی الا مخالفت با رضا خان در سوی غلط تاریخ بوده. هنوز برخی از طرفداران جبهه ملی، هنوز برخی از دموکرات‌های مستقل فکر می‌کنن در اون دعوا مدرس مهم بوده. حالا اگر متصدق مدرس رو به راستی رضا به دستور رضا شاه کشته شده، که به یک روایت کشته شده و باید جستجو کرد، قطعاً باید اون ایراد گرفت برش. رضا شاه حق این کارو نداشته. ولی در اون دعوا باید حق به حقدار داد دیگه. میشه این پیچیدگی جهان رو اونچنان که هست نشون داد. یه مثال دیگه میزنم. همین اخیراً دوباره جمهوری اسلامی این همون اتهامات رو دوباره مطرح کرد که جواهرات سلطنتی رو خاندان سلطنتی بردن، مثل باباشون رضا شاه که متهم شده بود که جواهرات سلطنتی رو وقتی که از ایران رفته برده.
دقت اسناد میشه گفت که این تخم لق رو انگلیس میشکنه. خانم لمتون دستور میده به بی بی سی صراحت سند که شما بگید رضا شاه جواهرات سلطنتی رو دزدیده. دولت ادعی رو مأمور میکنه از معتمدین مردم که برن جواهرات سلطنتی رو بازبینی بکنن ببینن چیزی کمه یا نه. میرن جلسه میذارن همه رو نگاه میکنن میگن هیچی کم نیست. خانم لمتون روز قبل از اینکه این گزارش در بیاد خبر داره. حالا کدوم وطن فروشی اینو بهش فروخته من نمیدونم، ولی میدونم خبر داره. یه تلگراف میزنه به بی بی سی میگه اینا فردای چنین اعلامیه خواهند داد، شما در بی بی سی بگید که اینا رفتن بر اساس لیستی که خود رضا شاه تهیه کرده، اون لیست معیوبه. حالا من رفتم تتو این لیست رو در آوردم. این لیست رو رضا شاه تهیه نکرده، این لیست رو مشروط خواهان ایران تهیه کردن. کسی که جواهرات سلطنتی رو میخواسته به دوزه ممدلی شاه بوده. ممدلی شاه بعد از بستن به مجلس و در رفتن جواهرات سلطنتی رو میدوزه میره سفارت روسیه قایم میشه. اتحاد آخوند و روس در دوران مشروطه این الان بوده، محاصرش میکنن عملا، مذاکره میکنن، میگن جواهرات سلطنتی رو باید پس بدی، بعد به اجازه میدیم از ایران خارج بشی. با وساطت روس و انگلیس به عمدش اجازه میدن خارج بشه. یه هیئتی میفرستن، یه لیستی از جواهرات سلطنتی در میارن. اون لیسته که مورد بررسی قرار گرفت، یعنی از زمان قاجار لیستی که وجود داشته، لیستی که مورد انتقاد قرار گرفت. هنوز این شایعه هست که رضا شاه جواهرات سلطنتی رو برده. اون برش هم هست. رضا شاه بدون شک به عنوان ثروتترین مرد ایران ایرانو ترک میکنه. بدون شک خارج از ایران پول داشته. حداقل یه رقمش رو من پیدا کردم، تلگرافش رو پیدا کردم، اون تو کتاب شاه هست. بعضی از طرفداران سلطنت و رضا شاه میگن نه هیچی نداشته، پول نداشته، در خارج هم هیچی نداشته. نه این تفرید، نه اون افراد. باید واقعیت رو گفت. چی داشته؟ بر اساس اسناد هم، نه بر اساس افواهیات. در خلاصه اینا بعضی از نمونه هایی که در مورد آثاری که تا به حال در مورد رضا شاه و رضا خان نوشته شده و اون چه که در افواه مونده و اون چه که در افواه مونده در تمجید رضا شاه رو هم باید درش یک کمی دقت بیشتری کرد. این که میگن رضا شاه روحت شاد و فکر میکنن رضا شاه فقط با قلدری قدرت رو گرفت، این واقعیت تاریخی به گمان من نداره. رضا شاه با همکاری و همدلی یک جمعی از فرهیخته ترین ایرانیان زمان قدرت رو در دست گرفت، از فروغی تا تیمورتاش تا داور تا شادمان، کسانی که دور علی اصغر حکمت، علی اصغر حکمت و داور، اینها قولهای تجدد ایران هست. شما من میخونم یادداشتای حکمت و یادداشتای داور، متاسفانه یادداشتاش نیست، خیلی سعی کردم پیداش کنم، خانوادهش میگن همه رو از بین برده. داور دفاعی که از حق ایران در نفت میکنه در جامعه ملل بدون شک قابل قیاس با دفاعی است که مصدق میکنه از حق ایران در دوران دعواش بشه روسی با انگلیس. ما به درستی مصدق رو میستاییم برای اون دفاعش از حق ایران، ولی انگار نه انگار داور هم رفته اونجا. داور هم در ذهن بگم حداقل همزمان با مصدق یه دکترای حقوق گرفته،
از سوئیس زمان دقیقش شاید حتی قبل از مصدقه. داور آدمی است که در سوئیس با حیدر عموغلی ملاقات میکنه، با حیدر عموغلی که عامل روسا بود و از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران بود، داوری که در مفهوم واقعی سوسیال دموکرات بود. اینها کمک کردن و با همه نیروهایی که میتونستن در زمان خودشون بسیج بکنن همکاری به ایجاد کردن، یعنی از شوروی تا انگلیس تا آخوند تا حتی قاجار. رضاخان نفرت داشت از قاجار، ولی تا آخرین لحظه‌ای که پادشاه قاجار در ایران بود احترامو بهشون می‌داشت و بهشون امکان این که فکر کنن میخواد برشون بیاندازه رو نمیداد. یعنی یه جور با تلاش میکرد برای اینکه همه نیروها رو جمع بکنه. به همین خاطر حالا نمونه های دیگر هم میتونم بدم ولی وقتمون کمه. من به نظر آمد که باید یک کتابی در مورد رضا شاه با استفاده از روش علمی تاریخی نوشته. شرط اول این روش علمی تاریخی شک کردن در هر چیزه. دکارت کتاب معروفش رو که اولین رساله تجدده به اصطلاح روش علمی، رساله در روش علمی که فروغی هم ترجمهش کرده، میگه مبنای روش علمی شک کردن در همه چیز جز ضرورت شکه. به همین خاطر به نظر من ما هم در مورد دوران رضا شاه اگر بخوایم کار جدی بکنیم شک کردن در همه چیزه به غیر از ضرورت شک، و باید نه از مدح مداحان نه از ذم معاندان بترسیم و به هیچ کدوم گوش نکنیم، چون هم مدح مداحان افراطه هم ذم معاندان افراطه. تذکرة الاولیا میگه ندیدم مردم که تعریف بکنن الا به افراط، تکذیب بکنن الا به افراط. ببینیم واقعیات چیه. وقتی یک کسی میخواد از لحاظ روش علمی کاری رو آغاز بکنه با تشخیص از پیش آغاز میکنه. وقتی یه مریضی رو میبرید برای دکتر، مریض نمیگه، دکتر نمیگه که آره شما سرطان دارید، حالا ببینم سرطان کجا پیدا میشه. محققین ما با این شروع میکنن که رضا شاه یا خائنه یا خادمه، بعد میرن شروع میکنن سعی بکنن اونو اثبات کردن. دو نمونه براتون میزنم. یکی کتاب آقای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، فعال رسانه‌ای، راستش یک کتاب نوشته در مورد رضا شاه. ادعا میکنه به 30 سال روی این کتاب کار کرده، ولی کتاب در واقع خلاصه کردن کتاب سیروس غنیه. فقط تقریبا تمام ارجاعاتش، تمام ارجاعاتش به غیر از جاهایی که به خودش ارجاع داده، اونم 3-4 جا بیشتر نیست، و یک ارجاع دیگه، همش از این کتابه. اون کتاب که خودش هست، به تو چه احتیاجی بود که خلاصش رو بکنی؟ ولی کار مهمی که کرده، یک جنبه کار مهم داره، کتابو چاپ کرده که بگه من غلط میکردم در گذشته، نگاه هم به رضا شاه غلط بود. کتاب تحقیق نیست، کتاب اعلام موزه است. کتاب اینه که من گذشته اشتباه کردم، حالا متوجه شدم که این شخص خادم بوده. در خیلی از مسائلم حاضر نیست واقعیت ها رو بگه، حاضر نیست از مدرس مثلا انتقاد جدی بکنه، حاضر نیست از نقشی که آخوندها بازی کردن انتقاد جدی بکنه، انتقاد گذرا میکنه، برای اینکه در ایران زندگی میکنه، میخواد کارشو ادامه بده. اون کتاب کتابی نیست که مسئله ما رو در شناخت رضا شاه حل بکنه. مسئله آقای زیبا کلام رو حل میکنه. اون میخواد بگه من موضوعم رو عوض کردم و باید ستایش کردم، اشتباه کردم در گذشته. ولی شما که استاد دانشگاه هستی، در ایرانی به هر حال معتمد رژیم هستی، یک سند از سند هایی که این رژیم در مورد رضا شاه داره در این کتاب نیست.
اون دو کتاب رضا شاه در مورد همین دورانه، کل کتاب میگه در مورد برآمدن رضا شاه، چون کتاب غنی در مورد برآمدن رضا شاه. بعد میگه حالا که در مورد بقیه من دیگه اظهار نظر نمی کنم، برای اینکه خیلی مسئله حکومت پیچیده نیست، مسئله حکومت پیچیده نیست، از 25 تا 41 دوران پیچیده نیست، مسئله نفت پیچیده نیست، هزار یک مسئله جدی پیچیده هست که باید حلش کرد. به بعضیشون اشاره میکنم و بعضیشون واقعا شاید نمیشه حل کرد، ولی اگه بخوایم یه کار جدی بکنیم باید بگیم این مسائل هست، اینها رو میشه بر اساس اسناد حل کرد، بعضیاش هم نمیشه حل کرد، و خواننده رو در جریان جزئیات قرار بدیم و بزنیم خود اونها قضاوت جدی بکنن، نه اعلام موضع. درست نقطه مخالفش کسیست مثل آقای مجد، چند تا کتاب علیه رضا شاه نوشته، یکیش از اسمش از انگلستان و برآمدن رضا شاه. بخش اعظم اسنادش اصلا اسناد انگلیس نیست، کلی اسناد آمریکایی رو برداشته انتخاب کرده، خیلی هم کار کرده. من یادم میاد دفعه اولی که ایشون دیدم رفتم آرشیو کار بکنم، دیدم هر سندی من دنبالش میگردم میگم ولی یکی دیگه است، گفتم آقا اینا ما چجوری میشه؟ گفت این آقای مجد، این آقای به اسم مجد اینا رو همه رو بلوکه کرده اینجا، فرصتش هم گذشته. اونجا برای اول بار من دیدمش. هر سندی علیه رضا شاه هست تو اسناد آمریکایی دستچین کرده آورده بودش اونجا، و بعضی از مواقع استنباطی که از سند داره با اون چی که خود سند میگه متفاوته، ولی همه رو میذاره کنار هم دستچین میکنه اسنادی که علیه رضا شاه، اونم عمدتاً بر اساس اسناد آمریکایی ها. اسناد میخواید نقش انگلیس رو بگید باید اسناد پیارو باشه، پابلیک ریکورد آفیس باشه، اونا خیلی کمتره. ولی همونقدر که این کتاب دستچین یک کتابه مال آقای زیبا کلام، آقای مجد دستچین چند صد سنده، ولی تمام دستچین شده برای اینکه نشون بده رضا شاه. یه جای دیگه هست که میگه رضا شاه، رقمی که میگه رضا شاه دزدیده از کل درآمد نفت ایران در دوران رضا شاه بیشتره. خب یه چیزی بگو که بگنجه، حتما رضا شاه مقداری رو برده. ما میدونیم حداقل $1,000,000 در 1942 توی یه حساب داشته، ولی کل یه رقمی بگو که آخه به منطق بیاد. یه مملکتی رو ساخته، راهن رو ساخته، راهنی که میگن به دستور انگلیس ساخته بدون اجازه انگلیس، به رغم اجازه انگلیس و با کمک 42 شرکت مختلف از اقصا نقاط گیتی ساخته، از آمریکایی بگیرید تا دانمارکی، از آلمانی میگن آلمانا ساختن، آلمانا توش بودن، ولی چرا یک کشور دیگه، شرکت های کشورهای دیگه هم بودن، و یک چیز عظیمی ساخته. هر قطعش هم که میساخته فیلم برداری میکرد. یه شرکتی هست، یه شرکت آمریکایی و یه شرکت آلمانی، تازه اینو من فهمیدم که تمام فرایند راهنسازی رو فیلم برداری کردن. حالا من میخوام برم پیداش میکنم، مطمئنم توی آرشیوی پیدا میشه. یه تیکه هایش رو من همین چند وقت پیش دیدم در مورد اولین پل فلزی که روی رودخونه میسازن. برید ببینید اصلا شگفت‌انگیز کار معماریش، کار ساختمانیش، کار مهندسیش، همه رو فیلم میگرفته. تمام مقاطع راهنسازی در ایران فیلمش هست الان. من ندیدم ولی میدونم هست. شما مقایسه بکنید استفاده رضا شاه از فیلمو با استفاده ناصرالدین شاه از فیلم یا مظفرالدین شاه از فیلم، همه زنبازیاشون رو، همه اندرونش رو فیلم برداری میکردن، این راهنسازی رو فیلم برداری میکرده، تأسیس دانشگاه رو فیلم برداری میکرده. ولی حتی وقتی که میخواییم بریم بر اسناد تکیه بکنیم، میگم مثلا بریم اسناد، هم باید اسناد ایرانی رو بهش اشاره کرد، هم اسناد انگلیسی، هم فرانسوی، هم شوروی،
مقداری از اسناد شوروی رو بعضیا دیدن، برخی از مورخین شوروی در مورد رضا شاه مطالبی نوشتن، ولی حتی اون سند هم، یعنی سندی که سفیر مثلا انگلستان نوشته، لورن نوشته که من نشستم با رضا شاه صحبت کردم فلان چیز رو من گفت، یا نیکلسون شارژه انگلیس در ایران بوده، یه آدم مغرور متکبر ابله از خود راضی، ایرونی ها رو واقعا چیز جنس دست دوم بشریت میدونه. خب وقتی اون یه گزارش می‌نویسه، ما باید اون گزارش رو بخونیم به عنوان یه گزارش سند اول، گزارش دست اول از اون زمان ترقیش بکنیم، ولی به دلیل شک بنگریم. این از منظر خودش داره اینو می‌نویسه. باید ببینیم روایت ایران از این جلسه هست یا نه. مثلا الان مثلا ما در مورد روابط ایران با خارج آرشیو زاهدی رو داریم. هر دیداری که زاهدی کرده، یک گزارشش تو مثلا وزارت امور خارجه انگلیسه، یک گزارشش الان تو استنفورده، گزارش فارسی که زاهدی تهیه کرده. میشه این دوتا رو کنار هم گذاشت و دید که داره دروغ میگه. گزارش هایی از دیدار و خاطراتی که از دوستان نزدیک، همراهان، هم دلان رضا شاه و رضا خان در موردش هست، اونها رو حتما باید بهشون مراجعه کرد، ولی خوندنشون به عنوان خوندن داد واقعیت تاریخی نیست، یک روایتی از واقعیته. باید اینها رو کنار هم گذاشت، مقایسه کرد، دید مثلا این طرف سابقه دروغگویی چقدره، چقدر میشه به این صحبت ها اعتنا کرد، بعد اون رو پذیرفت. دوباره اصل شکی که عرض میکنم دقیقا همینه، باید اسناد مخالف متفاوت رو استفاده کرد. ولی حتی اگر بخوایم اسناد رو استفاده بکنیم، گاه هست که برای بعضی از مسائل بسیار مهم دوران محمد رضا شاه شاید نشه سند کافی پیدا کرد، بعضیاشو میشه حل کرد. به گمان من این که آیا رضا شاه از انگلیس دستور میگرفت یا نه، به گمان من به راحتی میشه این رو در اسناد پیدا کرد. دستور نمیگرفته، باشون جدل میکرده، ولی باشون جنگ بی روی هم نمیکرده. وقتی که احساس میکرده توی دعوایی وارد شده که ممکنه به ضرر ایران بشه، حاضر عقب نشینی بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد 1933 گفته میشه، قرارداد 1933 که رضا شاه، اینا همه جنگ زرگری بود، میخواستن قرارداد دارسی رو تمدید بکنن، رضا شاه ادای ناسیونالیست برآورد، در آخرین لحظه گرفتن قرارداد رو دادن به انگلیس، مقدار مدت قرارداد دارسی رو بیشتر کردن. این روایت حاکمه، قطعا میشه گفت که این درست نیست. خانم شاملو اومد در دانشگاه استنفورد سخنرانی خیلی مبسوطی کرد که نشون میده در اون شرایط قرارداد 1933 بهترین قراردادی بود که ایران میتونست امضا کنه، و از خیلی لحاظ از هر قرارداد دیگری که شرکت کشورهای نفتی بسته بودن قرارداد بهتری بود. شرایط خیلی دقیق بررسی کرده. اینو میشه نامه هایی که تیمورتاش مثلا به انگلیس نوشته سر همین قرارداد، صحبت هایی که رضا شاه کرده سر همین قرارداد، اینا تقریبا همه قابل دسترسی است و آشکارا نشون میده که دعوای جنگ زرگری نبوده، جنگ جدی بوده. رضا شاه میگه شما دارید حق ما رو میخورید، باید بیشتر بدید. اونا هم نمیخواستن بدن. رضا شاه هم در این مقطع میگه خب ما قرارداد فسخ میکنیم. اونا میگن خب فسخش بکنید، ما تحریمتون میکنیم. نیرو هم میارن خارج از مرزهای ایران. اونجا رضا شاه میفهمه که سمه مثل اینکه خیلی پرزوره، باید یک کمی مصالحه بکنه. مصالحه میکنه، ولی قراردادی که میبنده قرارداد یک سویه به طرف، به نفع آمریکا، به نفع انگلیس نیست. موادی در اون قرارداد گنجونده شده که به یک روایتی اگر نفت ایران ملی نمیشد و اون قرارداد رو انگلیس اجرا میکرد،
سهم ایران از درآمد نفت خیلی بیشتر میشد، چون ایران رو با تأکید تیمورتاش و داور و رضاشاه ایران رو سهیم میکنن در تمام شرکت های وابسته به بی پی. در 1933 شرکت های وابسته به بی پی خیلی گنده نبودن، 1951 شرکت های وابسته به بی پی خیلی گنده بودن. و چند نفری به مصدق میگن که اگر شما نفت و ملی بکنید اینا این چیزها رو نمیدن به ما، ما بریم سراغمون، اونا خیلی بیشتر از درآمد نفت ماست. بعید میدونم انگلیس ها هرگز اونو میدادن، ولی مصدق اصلا تو کتش نمیره، بگه نه ما باید ملی بکنیم، ملی کردن مهمتره. خلاصه قرارداد 33 رو مثلا میشه به نظر من به شکل قاطعی حلش کرد، قاطع نسبی دیگه، برای اینکه انقدر اسناد وجود داره. ولی یه مسئله است که به نظر من شاید نشه هرگز حل کرد، قدر تیمورتاش. تیمورتاش دقیقاً نفر دوم قدرت ایران بود تا افتادنش. خیلی‌ها میگفتن که قدرتش به اندازه رضا شاه، گفتن اصلا سیاست خارجی ایران همش دست بود. بعضی از نامه‌هاشو من خوندم که به سفارت انگلیس می‌نویسه، شگفت‌انگیز از هوشش و از میهن‌پرستیش. به انگلیس ها میگه به ما فخر نفروشین، هی میگه ما فلان کار کردیم، شما آمدیم مملکت ما رو غارت کردیم، 30 سال غارت کردیم، ما هم فلان کار رو با شما نکردیم، میتونستیم بکنیم، فلان کار هم بهتون کمک کردیم. اینجوری چیز نگه، واقعا شگفت انگیزه، هم از درایتش هم از میهن پرستیش. ولی خب آدم فاسدی هم هست. خودش به یه سفیر انگلیس در یه مقطعی میگه که من 850,000 تومان، خودش میگه یا سفیر انگلیس میگه، خودش گفته، میگه 850,000 تومان در یه معامله از روسا رشوه گرفتم. تو روسا امتیاز در خلیج میخواستن، ما پافشاری کردیم، گفتن حاضرین پول بدیم، 850,000 تومان به من دادم. خودش میگه. بعد در یه جای دیگه میگه که یه مقدار شمالات به اعلیحضرت دادم. معلوم نیست هر دو اینها آیا داده یا خود سفیر انگلیس چیز میکنه. ولی در اینکه فساد وسیع داشته، اموال وسیع داشته، خرجای عجیب غریب میکرده، زنباز بوده، اینا خیلی چیزه. ولی آیا جاسوس شوروی بوده یا نه؟ چون دلیلی که به خاطرش اساساً میکشنش همینه. یه مامور کاگبه در اون زمان میاد به غرب، اون میگه که تیمورتاش جاسوس روس هست، جاسوس ماست. یه مسئله ای که خیلی عجیب بوده اینه که از پیش رضا شاه میدونسته که شوروی از خیلی حرکات ایران خبر داشته، از اون چی که اتفاق میافتاده خبر داشته. یعنی یه گزارش داریم از آدم کاگبه که تیمورتاش جاسوس بوده، ولی اسناد کاگبه که قابل دسترسی نیست، یعنی به زرس باته نمیشه گفت که آیا جاسوس بوده یا نبوده. چرا کشتنش؟ در این که کشتنش شکی نیست، در این که فساد داشته، به جرم فساد زندانش کردم. اسناد محاکمش هم هست، اسناد بازجویی هاش هم هست، ولی اسناد چیز هم هست. یه سری اسناد هست که اون کسی که از کاگبه میان میره با به انگلیس پناهنده میشه، اونجا یه سری گزارش ها میده. سرنخ مسئله تیمورتاش همون جاست. یه روایت اینه که انگلیس ها اینقدر از تیمورتاش به خاطر میهن پرستیش بعدشون میامن و اونقدر میخواستن یه جوری سر به نیستش کنن که اونا این تخم لق رو دهن محمد رضا شاه شکستن. من فکر میکنم همه این توضیحات رو با اسناد باید در اختیار خواننده گذاشت و گفت که مهمترین سندی که لازمه که آدم ببینه که واقعا این بوده یا نه، ما نمیدونیم. رابطه رضا شاه با آلمان نازی، دوباره یکی از عللی که رضا شاه رو انداختن میگفتن وابستگیش به آلمان نازی. آیا رابطه ایران با آلمان
از زمان نازی ها شروع میشه؟ قطعا نه. میهن پرستان ایران در 1919 تا 1921 که یکی از مهمترین مجله های تاریخ مطبوعات ایران رو در برلن چاپ میکنم، بعضی از مهمترین کتاب های تاریخ ایران به عنوان زمیمه اون مجله چاپ میشه. چه مجله یه؟ کافه. به خرج آلمان در اومده. آلمان 1919، آلمان از 1900 در ایران و عثمانی در پی یافتن جای پایی برای خودشه. یعنی نزدیکی رابطه کسانی که میخواستن از قید انگلیس و روس رها بشن و به آلمان بپیوندن اصلا به آلمان نازی محدود نمیشه، سابقه خیلی دیرینه تری داره، ولی با آلمان نازی هم ایران رابطه نزدیکی داشت. ابعاد این رابطه، ابعاد اقتصادیش معلومه، ارقام اقتصادیش معلومه. آلمان در 1938 یکی از ستا مهمترین به اصطلاح چیز تجاری ایران بوده. ولی آیا دلیل حمله آلمان، انگلیس و شوروی به ایران حضور اینها بوده؟ اینو به ذرس اسناد میشه گفت که نه، این مستمسکشون بود، چون اونا ادعا کردن 5000 آلمان در ایرانه. خود سفارتشون نوشه 5000 تا نیستن اینجا، 1500 تا هم بیشتر نیستن. چرچیل نامه می‌نویسه به وزیر امور خارجه، میگه به این سفیرت بگو که خفه شه، ما خودمون میدونیم چی داریم میگیم، مهم برای ما رخ گرفتن ایرانه، ما باید ایرانو بگیریم. ولی ابعاد رابطه چی بوده؟ میزان نفوذ اینها در ایلات مثلا چقدر بوده؟ یکی از نکات بسیار دوباره جالب همون مسئله حجابه. یعنی روایت حاکم چه از طرف چپ، چه از طرف دموکرات های ایران، چه از طرف آخوندها، یعنی که رضا شاه یه دفعه رفت ترکیه، خواب نما شد، آتاتورک رو دید، گفت باید کشف حجاب بشه، اومد فردا به زور گفت کشف حجاب. دوستان قطعا این غلطه. زنان ایران 20 سال قبل از کشف حجاب اجباری رضا شاه داشتن کشف حجاب میکردن، میجنگیدن، در جلسات بدون حجاب شرکت میکردن ببینن چقدر میشه این کار رو کرد. تو روزنامه ها علیه حجاب میمشتن، فقط ایرج میرزا و عشقی و اینا نبودن، زنان باید ببینید چقدر چیز میکردن. یعنی یه پدیده از پایین وجود داشت. رضا شاه این بصیرت رو داشت که بفهمه بدون زنان نمیشه ایران رو ساخت. با یک جریانی که از بعد بود همسو شد، اجبارش حتما بهش ایراد میشه گرفت. یعنی حجاب، کشف حجاب اجباری به اندازه حجاب اجباری ناشدنیه. هر دو حق انتخاب زن رو ازشون میگیرن. زنان باید آزاد باشن. از این بابت سیاست دوران محمد رضا شاه حجاب انتخابی بود، به نظر من راه حل معقول تری بود، بیشتر حق زنان رو برای انتخاب به رسمیت می‌شناخت. اگر همه این مسائل و چند مسئله دیگه هست، چون دیگه خود وقتم دیگه تموم شده، نمی‌خوام بیشتر مصاحبه بشم، حتی اگر یه نکته دیگر هم می‌خوام بگم که این رسم شده که کودتای 1921 رو به عنوان کودتای سیاه ازش یاد میکنیم، کودتایی که سجزیا و رضا خان کردن، عنوان کودتای سیاه، کودتای صد روزه سیاه. ولی کودتای واقعی سیاه همون ممدلی شاه کرد. ممدلی شاه بود که علیه مشروطه ایران کودتا کرد و کودتاش ناموفق، با کمک روسا مجلس رو به توپ بستن، ملیگیون رو بازداشت کردن، تمام تلاش رو کردن
که رژیم مشروطه رو برمی‌اندازن. رضا خان و بعد رضا شاه رژیم مشروطه رو برانداختن. بسیاری از خواستهای مشروطه رو، بسیاری نه همه رو به گمان من در اون زمان متعرض کردن. ولی حتی اگر یعنی نقطه دیگری که بخشی از این تصور جامعه کودتای سیاهه، اینه که درست بعد از دقیقاً بعد از کودتا یه دوران استبدادی اومد و استبداد رضاشاه همه بعد رضاشاه اومد همه رو بس داغون کرد. واقعیت جامعه ایران بدون شک در 5-6 سال اول بعد از حکومت رضاشاه این نیست. بعد از 5-6 سال اول این دوستان ما به این کتاب اشاره کردن، این ستفخرالدین شادمان یه طلبه روشنفکریه که در 1926 شروع کرده این کتاب رو نوشتن، یه سال بعد از اومدن رضا شد. بعد از اومدن رضا خان اول هم که شروع میکنه نوشتن خیلی از رضا شاه ایراد میگیره، میگه خرج زیاد کردم برای سلطنت گذاری، مملکت فقیره، چرا این کار رو میکنن؟ بعد به تدریج میگه که این مثل این که داره یه کارایی میکنه. بعد میره با طلبه، میره با فرخی یزدی شروع میکنه همکاری کردن، روزنامه چپ ایران. با فرخی یزدی چند سال اینها روزنامه رو در می آوردن، بعضی هاش انتقاد میکردن. خود فرخی میگه در یکی از جلسه رضا شاه رو دیده، رضا شاه گفته دیروز خیلی تون رفتی ها، یعنی هم تهدید بوده هم خب همه شون تا رضا شاه این حرف رو میزده میترسیدم ازش دیگه. ولی یک کثرت نسبی وجود داشت و این کثرت نسبی با تصویر کودتای سیاه و استبدادی که آغاز شد مغایرت داره. این به معنا نیست که در آخر کار، به خصوص در 5 سال آخر کار، رضا شاه در جهت یک اقتدارگرایی شدید سفت و سخت در عرصه های سیاسی به خصوص محکم کوبید، ولی حتی در اون زمان هم ما رضا شاه رو به عنوان ضد کمونیست میشناسیم. طرف ما در این کسانی که رضا شاه رو به ضد کمونیسم متهم میکنن مارکسیست ایران بودن. ولی در دوران رضا شاه در شوروی چند صد برابر ایران کمونیست ایرانی کشته شد. اشتباه نگفتم، کمونیست ایرانی در شوروی در اردوگاه ها کشته شدن. اونقدر فضا برای ایرانی ها در شوروی بد بود که در 1933-34 که ایران با شوروی اختلافاتی پیدا میکنه، شوروی فشار میاره بر سر ایرانی ها که یا ایرانی بشی یا شوروی بشی یا بری زندان. 30,000 ایرانی در اون زمان میگن ما زندان میریم، حاضر نیستیم شوروی سر شهروند بشیم، میخواییم برگردیم به ایران. و یه دعوای پشت پرده عظیمی بین ایران، یعنی ببینید فضا برای ایرانی ها در اون زمان که اکثرشون هم گرایشات چپی داشتن، بعضیشون تاجر بودن، چجور بوده؟ ما حتما باید فشارهایی که علیه کمونیستای ایران رو من نقد بکنیم. ولی دوباره میگم این آخرین حرفی که میخوام بزنم، شما یادداشت‌های ارانی رو بخونید، بازجویی‌های ارانی، یادداشت‌های ارانی. ارانی نگاهش کاملا متفاوت از نگاهی است که بعدها مارکسیست‌های ایران نسبت به رضا شاه پیدا می‌کنن. و وقتی ارانی به ایران برمیگرده، رضا شاه دعوتش میکنه به دربار برای همکاری، برای اینکه شنیده بودی که این چه آدم درخشانیه، رفته اونجا شیمی خونده. دوباره مرادم این نیست که بگم همش روشن بوده، نکات قابل انتقاد بسیار زیاده، ولی نکات قابل انتقاد رو وقتی میشه درست مطرح کرد که دستاوردهای شگفت‌انگیزش رو هم به گمان من به رسمیت بشناسیم. و این جواب رو به نظر من جامعه ایران باید به این مثلا باید فکر کرد که آیا تغییراتی که رضا شاه داد از طریق دموکراتیک شدنی بود؟
آیا میشد کشف حجاب رو با این آخوندیزمی که الان میبینیم؟ رضا شاه میره با آتاتورک صحبت میکنه، آتاتورک میگه برای ما هر دو داریم یه سعی مشابهی میکنیم، میخوایم یه جامعه سنت زده رو متجدد بکنیم. رضا شاه میگه که نه، وضع ما فرق میکنه، شما یه امپراتوری به ارث بردین، من یه مملکت داغون و آخوند در مملکت ما خیلی مرتجع تر و پرقدرت تر از آخوند در عثمانیه. واقعیت جامعه ایران این بوده. آیا بهتر بود این تغییرات انجام نمی‌شد یا با یه آهنگ کمتری انجام می‌شد و ابعاد مشروطیت بیشتر حفظ می‌شد؟ چون دوباره نکته خیلی جالب اینه که در صحبت‌های اول رضا شاه و در نوشتاش خیلی تاکید بر این داره که من نماینده واقعی مشروطم، مشروطه رو من دارم ایجاد میکنم. هرچه به پایان کارش نزدیک میشیم تعداد اشاراتش به واژه مشروطه کمتر میشه. حالا به این نتیجه رسیده که با اقتدار میتونست این کار رو بکنه، نه با مشروطه. خیلی متشکرم، 10 دقیقه بیشتر از حقم صحبت کردم، شرمنده ام. خودن اگر تیمورتاش و تن پرست بود چگونه بر علیه منافع ایران رشوه میگرفت؟ سوال دوم، آیا دلیل دوختن دهان فرخی مخالفت او با رضا شاه بود؟ دهان فرخی رو ندوختم، شایع است در مورد دهان فرخی، زندانش کردن و تو زندان با انور خامنه‌ای دیدار میکنه، میگه اه تو که دهانتو ندوختن. خود انور خامنه‌ای در خاطراتش میگه یه دهان من مگه لحاف بود که بدوزم؟ ولی زندانش کردم و دلیل زندان کردنش بدون شک مخالفتش با رضا شاه بود. قطعا گفتم اگه تیمورتاش وطن پرست بود چگونه بر علیه منافع ایران رشوه میگیرد؟ اولا من نگفتم تیمورتاش را آخر وطن پرست بود، گفتم نمیدونم. از اون مهمتر، اگر جاسوس شوروی شده بود، برای من وطن فروشی درونه. رشوه گرفتن الزاماً به وطن فروشی مترادف نیست، رشوه گرفتن به فساد مترادفه. ولی وقتی شما تصمیم میگیری که اسرار کشورت رو به یک کشور دیگه بدی، اسمش شورویه، چینه، ماچینه، فرانسه است، آمریکاست، جاسوسی، اگر جاسوسی برای اونجا کرده وطن وطن پرست در مقطع جاسوسی نبوده و خشونت هم خیلی کرده. وقتی که در دورانی که برای سرکوب نهضت جنگل رفته، در اونجا خیلی خشونت به خرج داده. در عین حال خیلی به فکر دقیقاً متقاعد کردن رضا شاه برای نوعی تجدد هم بوده. باید و آدم زنباره‌ای بوده، تو خیابون اگر زنی رو میدیده که خوشگل بوده متوقف میکردن ماشین رو و گاه با تهدید خانم رو میبردن. وقتی که رضا شاه اینم میفهمه، یکی از چیزایی که علیهش بالاخره چیز میکنن، ادعا میکنن، دقیقا همینه. در این که این نوع فساد رو داشته، فساد به نظر من این نیست که با چند تا زن بوده، اون انتخاب خودشه. و اینکه تو از قدرتت استفاده بکنی و زنی رو مجبور بکنی که با تو باشه، اون فساد قطعا، و اونو بایستی هم ذکرش کرد هم انتقادش کرد. ولی در بحث تیمورتاش باید به نظر من همه این مسائل رو در نظر گرفت. من واقعا بعضی از نوشته‌های من نیست که در مورد آینده ایران، میگه آینده ایران باید چگونه باشه، بسیار دقیقه، بسیار اندیشیده است. ولی در همون زمان خب دوره است که میگم این فساد مالی رو هم داره، این زنبارگی هم داره، اهل قمار هم هست، قمارهای گنده میکرده. رضا شاه ملت اهل قمار بوده ولی تاس بازی میکردن و خیلی هم بزرگ بازی نمی کردم و معمولا هم برد و باخت پس نمی داده. تنها برد و باختی که پس می داده به
پدر زن محبوبش بوده، با اون که بازی میکرده اون معمولا میباخته، اونو پولو پس میداده، بقیه رو پس نمیداده. شراب هم میخورده بدون شک. روزی یه بستم تریاکم میزده، ایستادم میزده، لش نبوده، لش نمیکرده. هم اعتیادش و هم نیازش به مشروب در دوران مهاجرت خیلی بیشتر میشه. اسنادش هست که تماس میگیرن با والی انگلستان در موریس. در این دوران اگه میخواهید ببینید چه بر سر رضا شاه آوردن انگلیسا، برید در سایت دانشگاه ما، سخنرانی هست آقای شهابی کردن، دکتر شهابی، بر اساس اسناد سن موریس. ببینید چقدر آدم جالبی بوده، چقدر مغموم بوده، چقدر افسرده بوده، چقدر ضد آخون بوده، چقدر گروه مسلمان های شهر بخواستن بیان به دیدارش، اول میگه من نمیخوام با اینا چیز کنم، اینا کسافت ها چی هست، بعد بالاخره حاضر میشه 5 دقیقه باشون ملاقات میکنه، بعد میره. دفعه دوم که میگن مسلمین اومدن میخوام باید دیدار بکنن، میگه غلط کردم، حوصله‌شو ندارم، نمیره. آدمیست که حالا بعد برمیگردم به اسنادی از آمریکایی‌ها که مورد استفاده آقای مجد در تقابل با رضا شاه آمده اشاره کرد. اگر ممکن است که 2 نمونه از این اسناد را بیان نمایید تا تصویر بهتری از دید آمریکایی‌ها به رضا شاه در زمان برآمدن آمریکا داشت. سوال دوم، میگه 2 مورد از مواردی که نشان دهنده رشد زنان در زمان رضا شاه و تجدد از پایین اشاره فرمودید، اگر سند یا کتابی در این زمینه میشناسید معرفی کنید. مهمترین سند رشد زنان اینه که حضورشون در مدارس اجباری شد به رغم مخالفت آخوندان، به رغم مقاومت شدید آخوندان علیه مدرسه برای نسوان. میگفتن مدرسه رفتن نسوان آغاز فحشای اونهاست، آغاز لاابالیگری اونهاست. زنان ایران، اقلیت‌های مذهبی ایران، نیروهای خود زنان ایران از 1900 شروع میکنن برای مدرسه زنان راه انداختن مبارزه کردن. یهودی ها مدرسه دارن برای دختر، آمریکایی ها مدرسه درست میکنن برای دختر، بهایی ها مدرسه را میندازن برای دختر. همه اینها بعد از دوران رضا شاه با حمایت دوران رضا شاه، با حمایت دولت انجام میشه. قبلش در تعارض با آخوندها بوده، اونها مخالف جدی این قضیه بودن، نادر بودن کسانی که چیز نبودن. ابراهیم گلستان تعریف کرده برای من که پدرش که یکی از به اصطلاح معتمدین و شخصیت های مهم شیراز بوده، روزنامه گلستان رو داشته، دفاع میکنه از مدرسه. این 4 سال قبل از آمدن رضا خانه، رضا شاهه، 5 سال، 1919 است. میگه چطور، چرا شما با من مخالفیم، دختر حق دارم برم مدرسه. شب آخوندا مدفوع میارن به خونش، حمله میکنن، در دیوارشو مدفوع مال میکنن و میترسون از مجرونشو فرار کنه از خونه برای یکی دو روز. دانشگاه رو که باز کردن، دختران دانشگاه، زنان برای ورود به دانشگاه آزاد بودن. خانم ابتهاج اولین، یکی از اولین زنان دندان پزشک ایران از اون کلاس بود، از اون چیز اول بود. خانم مقدم، حوری مصطفی مقدم، شاگرد اول اون مدرسه بود، دانشگاه تهران بود، بعد مدارج خیلی زیاد رسید. تعداد زنانی که مدرسه رفتن، تعداد زنانی که در عرصه اجتماعی فعال بودن، تعداد زنانی که در عرصه هنر فعال بودن، اولین آوازخوان زن ایران قبل از کشف حجاب، کشف حجاب کرد در دوران رضا شاه، قمر بود. 100 سال تقریبا قبل از قمر قرة العین بود. اون چیزی که قرة العین کرد در بدخشان، قمر کرد در گراند هتل تهران، بعداً از توسط رضا شاه شکل قانونی پیدا کرد.
اسنادی که از آمریکایی‌ها، اسنادی که از آمریکایی‌ها آقای مرز استفاده کرده خب خیلی 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 زیاده. مثلا همچون همون مسئله تیموتاش رو زدم، خود این شخص بدن کسی به اسم هارت، از اون خیلی هارت خیلی با رضاخان زاویه داشته، ولی همه تو سفارت آمریکا در ایران با رضا شاه زاویه نداشتن. شما کاملا میتونید ببینید که بعضی هاشون دقیقا جهت مخالف اون چیز بودن. اون میگه که مسجل به لحاظ فسادی که ما میدونیم هم در ایرانی ها ذاتیه هم در رضا شاه ذاتیه، حتما بخشی از این پولو به خود رضا شاه دادن. در قضیه یه سند دیگه ای هست، در قضیه کشته شدن یک آدم آمریکایی در ایران، آقای اسمش بری در ایران معاون کنسول بوده، میاد میره از یک سقاخونه ای عکس بگیره. 1924 آخوند محله یه دفعه چیز میکنه که وا اسلاما، این یارو باهاییه اومده از اینجا عکس بگیره، اینا نوکر باهایی ها هستن. شروع میکنن یارو رو تعقیب کردن، زنگ انداختن، از اونجا در میره خودش و محافظش در میرن، میرن ولی صدمه دیده بودن، میرن بیمارستان. یه آخوندی میره تو بیمارستان با آجر سر یارو میکنه، اونجا تو بیمارستان میکشه یارو. بخت شما اگر کتاب رو بخونید، گزارش های سفارت رو دستچین شده شو بخونید، احساس میکنید که مثلا این کار رو رضا شاه، رضا خان عمدن کرده برای اینکه حکومت نظامی اعلام بکنه. تنها شاهدش هم اینه که یکی از کسانی که تو جلسه تو اون آغاز حمله کرده به این آمریکاییه یه سرباز بوده، و چون رضا خان فرمانده کل قواست و کسی جرأت نمی‌کرده به اجازه اون کارو بکنه، پس این کودتا توطئه خود رضا خان بوده. هیچ دلیلی برای اینکه این توطئه رو کرده ما نداریم. اتفاقا دلیل داریم که به محض اینکه میفهمه قضیه داره بیخ پیدا میکنه با آمریکایی‌ها، اولین کاری که میکنه میره با سفارت آمریکا تماس میگیره، شارژافر آمریکا رو میخواد، باش مذاکره میکنه، میگه ما دست نداریم، ما پیدا میکنیم. آمریکایی‌ها میگن باید حتما مجرم رو چیز کنید، میگیرن اون سرباز بدبخت، اولین کسی که ترتیبش میدن اعدامش میکنن برای اینکه آمریکا از خر شیطون بیارن پایین. این استفاده رو مثلا، یا یک کتاب دیگه ای داره در مورد هم آقای مجد، در مورد غارت عتیقه های ایران، در واقع یه جوری وانمود میکنه که رضا شاه با همدستی با آمریکایی‌ها، با آرتور پوپ و گودار تمام چیزای ایران رو بردن، عتیقه ها رو بردن و چندین ده میلیون. تا اونجایی که من میدونم تنها قسمت درستش اینه که یه مقداری بردن، دزدیدن بدون شک، هم گودار دزدید هم پوپ دزدید، ولی بخش اعظم، اولا گناه این کار، گناه اصلیش مال رضا شاه نیست، رضا خان نیست، این قاجار هستن. ناصرالدین شاه که رشوه گرفته، کل کشف و اکتشافات باستان شناسی ایران رو واگذار کرده به فرانسه، گفته هر غلطی هم دلتون میخواد بکنید. رضا شاه میره یه دفعه میبینه اینا دارن شوش و یه چیزا میگه، اینا چیکار میکنن؟ پرچم فرانسه زدن بالای شوش، میگه اینا چیکار میکنن؟ میگه قربان اینا قاجار به اینا حق دادن، میگه غلط کردن، باید هم چیز کنیم، ولی نمیاد دوباره اونا رو بیرون بکنه، میاد باشون یه قرارداد میبنده با فرانسوی ها، میگه حق نظارت بر اینا به عهده ماست، آثار عتیق ایران مال ایرانه،
ولی ما حاضرین به شما حق حساب بدین، چون میدونم اون قاجار این قرارداد رو به شما بستن. یه فرانسوی رو میکنیم رئیس آثار باستان ایران، آقای گودار رو. آقای گودار قطعا از ایران عتیقه های دزدیده. ما یه دانشجو داریم داره رساله دکتراشو در مورد گودار می‌نویسه، اسناد پیدا کرده که برده از ایران تو فرانسه تو لوف فروخته. این هست، ولی این مسئول کار رضا خان نیست. رضا خان بخشی شد کنترل کرده. رضا خان شاهه که میاد به زور سرباز به پاپ، آرتور پاپ اجازه میده برد از مسجد، از مسجدهای مهم ایران تهربندی بکنند، مطالعه بکنند و کتاب پاپ، کتاب هفت جلدی پاپ در مورد تاریخ و هنر ایران بدون زور رضا خان شدنی نبود. آخونده اجازه نمیدادن کسی وارد مسجد بشه، گفتن کثیف یارو ایبری رو کشتن به جرم این که حالا اون ایبری خودش خیلی داستان جالبیه، اون احتمالا جاسوس بوده و اون یارو هم که باشه محافظشه. من اسنادشو تو چیز آمریکا پیدا کردم. ولی آخونده چیز کردن، حالا آخونده به تحریک انگلیس ها این کار کردن. بعضی از اسناد سفارت آمریکا میگه قطعا آخونده به تحریک انگلیس ها کردن، برای اینکه 1922 تا 25 رضا خان و قبل از او قوام سلطنه و قبل از او سلجوقیا میخواستن امتیاز نفت شمال ایران رو بدن به آمریکایی‌ها. انگلیس‌ها میخواستن پای آمریکا رو از ایران قطع کنن، نذارن انگلیس آمریکا به ایران راه پیدا کنه. و سفارت آمریکا میگه شاید اینا پشتش چیز کردن، شواهدی در دستش. آیا به نظر شما در شرایط فعلی ما باید منتظر یک رضا شاه دیگر باشیم یا آن را بهای دموکراتیک آن را یا از راه‌های دموکراتیک آهسته‌تر به حل مشکلات ایران برسیم؟ من گمانم این است که جامعه امروز ایران جامعه دوران رضا خان نیست، جامعه ایران خیلی تغییر کرده. 60% فارغ التحصیل های ایران امروز زن هستن. چندین میلیون زن نوناور خانواده در ایرانه. 90% زنان ایران الان باسوادن. زبان جوان، زنان جوان که 100%شون با جوان. جامعه ایران به شکل شگفت‌انگیزی اینترنت بلده. اون دوران رادیو نبوده اصلا، تلگراف نبوده. وقتی که رضا شاه می‌خواست با دیگران تماس بگیره، رضا خان باید به هیئت دولت می‌رفتن در تلگراف خونه، اونم در اون طرف تلگراف خونه تلگراف می‌زدن، تلگراف رو می‌خونده، تلگراف جواب میده. تلفن نداشتن. اولین تلفن مال سفارت انگلیس بوده. جامعه ایران امروز همونقدر دیگه منتظر امام زمان نیست که منتظر منجی عرفی هم نیست، چون حزب نمیدونم پیشقراول طبقه کارگر، سردار سوار بر اسب سفید، امام زمان، جانشین امام زمان، اینها همه روح‌های متفاوت یک پدیده واحده، منجی پرستی. این دوران به سر اومده. آرش کمانگیر کسرایی در واقع فکر امام زمان رو در حزب توده متجلی کرد، گفت حزب توده امام زمان ماست، میاد نجات میده. در زودتر از اون بهرام بیضایی آرش نوشت، گفت امام زمانی در کار نیست، انتظاری در کار نیست، تموم شده انتظار، اگر منجی هست جمع خود شماست، اگر بلایی بر سرتون اومده نتیجه کار خود شماست. جامعه ایران الان تقریبا وسیعا بیضایی رو
آدم با درایت تری از کسرایی میدونه. ابراهیم گلستان رو امروز خیلی بیشتر از گذشته میخونن، برای اینکه ابراهیم گلستان هم در یک کتاب یک مقاله یک داستان درخشانی اصلا کل این قضیه رو به یک زبان جرعتی نقد کرده که شگفت انگیزه. حضرت علی و حضرت فاطمه، امام حسین و امام حسن تو صحرا دارن صحبت میکنن. این مقاله دوستان 40 سال 50 سال پیش نوشته شده و امام حسن به امام حسین میگه تو فعل متلی، اصلا تو دشمن زندگی هستی، تو همش فکر شهادتی، شهادت چیه؟ فکر آینده باش، فکر خرد باش. الان ابراهیم گلستان خیلی بیشتر از آل احمد، تیپ آل احمد خونده میشه. به همین خاطر جامعه به گمان من عوض شده و دوران منجی سپری شده. و از یه طرف دیگه هم جامعه ایران یه امکانی که الان داره و در دوران رضاخان نداشت برای تغییر، وجود ایرانیان خارج از کشور. ایران فقیر بی سواد در حال فروپاشی، دوستان بین 1900 تا 1921 ایران حداقل 25% کل جمعیتش رو، 25% کل جمعیتش رو در نتیجه وبا، آنفلوانزا، قحطی، جنگ جهانی اول از دست داده. به یک روایت 40%. کتاب دکتر افخمی رو بخونید در مورد مادرن کنتیجن. کتاب رو نمیخواید بخونید، برید در سایت ایرانی استادیز استنفورد، ما دعوتش کردیم در مورد کتابش صحبت کرده. اون ایران با ایران امروز فرق میکنه، با ایران امروزی که هم در داخل سواد زیاده، شهرنشینی زیاده، زنان وارد عرصه اجتماع شدن و هم یک ایرانی مهاجر هست، ایرانیان مهاجری هستن که میتونن کمک بکنن به این گذار دموکراتیک، به برگذشتن از این بحران اقتصادی که نکبت ایجاد کرده. آیا جناب عالی معتقدید اتفاق سوم اسفند 1299 یک کودتا بود یا رضا خان خود به اشتباه آن را کودتا نامید؟ نه، قطعا اسمشو گذاشتن کودتا و خود رضا خان هم گفت که ما کودتا کردیم، بعدم گفت که از این بعد اگه کسی بگه غیر از من کودتا کردن زبانشو میسرم تو پکش. اعلامی رسما میده، میگه کودتاچی من بودم، غلط میکنید بگید سیاسی ها کودتاچی بوده، ولی کودتا یه معنایی داره در سیاست دیگه. وقتی قدرت رو در دست میگیرید رژیم رو عوض میکنید. رژیم ایران حکومت قاجار بود، یک پادشاه سفله رشوه‌خوار، زنباره، قمارباز، غرب‌پرستی سر سلطنت نشسته بود. در اوج قحطی در تهران در 1114 فکر این بود که چطور گندم به قیمت گرانتر بفروشه که پول بیشتری به جیب بزنه، و وقتی هم که مرد 75 میلیون فرانک در حسابش پول بود. اون رو سر کار گذاشت تا 1925 سر کار بود. 1925 هم نایمد سعی کرد حکومت رو عوض بکنه، سعی کرد در یک به قول امریکایی ها رژیم چنج رو بخواد مشروطه ایجاد کنه، جمهوری ایجاد بکنه. ترکیبی از آخونده و بعضی از روشنفکرها نذاشتن فکر جمهوری به طور جدی تبلیغ میشد و رضاخان پشتش بود. خب اگه مشروطه میخواییم باشه مشروطه، مشروطه همه چه رو میدازیم من میام. رضاشاه تنها پادشاه ایرانه که با قانون
تصویب مجلس پادشاه شده. میتونست قدرت رو بقاپه، مجلس کاری نبود، گفت نه بریم از طریق مجلس. حالا تو مجلس اعمال نفوذ کرد قطعا، آیا نمایندگان مخالف رو نزش بیان رأی بدن قطعا، ولی این فکر رو داشت که من میخوام پادشاه مشروطه بشم، این مجلس به من رأی بده. در همین خاطر کودتا بود، ولی به اون معنای چیز جنابالی چقدر شرایط ژئوپلیتیک اون روز ایران را در نوسازی ایران محصر میدوند. به عبارت دیگر شرایط ژئوپلیتیک ایران چه مقدار نوسازی ایران توسط رضا شاه کمک کرد، به این معنا که شرایط ژئوپلیتیک در آن زمان به گونه‌ای بود که هر کس دیگر هم ناگزیر به این ایجاد این نوسازی بود. اون خب آشکارا هر کس دیگری توان ایجاد این نوسازی نداشت، کمون که نداشت، نکردن دیگه. شرایط ایران یه شبه که ژئوپلیتیک جهان که یه شبه عوض نشد. گمانم اینه، گمان من اینه که در پشت این سوال این فرض هست، فرض نادرستی هم به گمان من نیست، که بعد از آمدن انقلاب اکتبر غرب نگران گسترش کمونیسم شد و سعی کرد به قول خودشون یک کردون سانیتر درست بکنن، همونطوری که بعد از جنگ جهانی دوم سیاست کانتینمنت رو به قول خودشون درست کردن. در این دوران هم پدیده‌ای بود به اسم کردون سانیتر که دور شوروی رو بگیرن و نذارن شوروی انقلابش رو صادر بکنه. هم سبزیا هم رضاخان با سفارت انگلیس، شما اینو میبینید که میگه ما میتونیم جلوی کمونیستا رو بگیریم، ما میتونیم جلوی بلشویک‌ها رو بگیریم. سفارت انگلیس میاد لیست میده به رضاخان که یا این لیست بلشویک‌هاست در این شهرهای مختلف، میگم بده، ولی خود ما هم دنبالشون هستیم، نگران نباشید. ولی این سیاست از 1920 تغییر کرد. حکومت احمدشاه در فکر اصلاح ایران نبود، اونا در فکر حفظ خودشون بود. خزعل دقیقا میخواست از این موقعیت ژئوپلیتیک استفاده کنه، یک حکومت خودمختار اعلام بکنه در جنوب. رضا شاه با ترکیبی از زور و حقه، نمیدونم میدونید چطور خزعل رو دستگیر کردن یا نه، زاهدی دستگیرش کرد، جنرال تیمسار زاهدی، با حقه دعوتش کردن به مهمونی، عرق و تریاک بهش دادن، خودش و بچهش رو دستگیر کردن آوردن تهران. رضاشا اول بار که میبینتش میگه که این مردیکه تریاکی از قیافش دود و دم میباره، شنیدم هر شب هم براش خانوم میارن از اون بر جزیره تا صبح میشینه عرق میخوره، این میخواد ایران رو اداره بکنه؟ یعنی بدون شک ژئوپلیتیک ایران در اون زمان داشت تغییر میکرد. مسئله که ما باید تصمیم بگیریم اینه که آیا رضا خان و رضا شاه برگمارده انگلیس برای این ژئوپلیتیک بود یا یک ایرانی میهن‌پرستی بود که متوجه شد که انگلیس داره این کارو میکنه، در عین اینکه نوکر انگلیس نشد اون کارها رو هم انجام داد، ولی در حدی و در سویی که به نفع منافع ایران بود. به نظر من سوال این هست، ولی در کنه این سوال به یک واقعیت تاریخی است که ژئوپلیتیک عوض شد و با تغییر ژئوپلیتیک زمان ما هم عوض میشه. تموم شد، یعنی خیلی وقتتون گرفتم. بی‌نهایت متشکرم از حضورتون. با تشکر.